سلام و شبتان بخیر. امروز سه شنبه 22 حمل 1396 خورشیدی است که برابر می شود با 11 اپریل 2017 میلادی. در نخست سرخط خبرها، نگرانی گروه بین المللی بحران از ادامه اختلافات رهبران افغانستان. ما هر نوع اختلاف در سطح رهبری حکومت و وحدت ملی رد می کنیم. همکاری های همه جانبه در مسائل کلان ملی میان رهبران حکومت و وحدت ملی وجود دارد. گزارش سازمان عفو جهانی در مورد 600 زندانی در انتظار اعدام. خواستار تطبیق حاکمیت قانون، ما هم خواهان ختم فرهنگ مافیا در افغانستان هستیم. مشروع خبرها، و اما در نخست توجه کنید به خبر عاجل. لحظات قبل انفجار در ساحه حوضه دوم امنیتی شهر کابل رخ داده است. فرمانده پلیس کابل این انفجار را تایید می کند، اما جزئیات بیشتر تا کنون بر رسانه ها اعلام نکرده اند. برای جزئیات بیشتر این خبر همچنان بیننده آریانا نیوز و آریانا باشید. سازمان عفو بین المللی در گزارش تازه‌اش از احتمال اعدام 600 زندانی در افغانستان خبر داده است. بر بنیاد این گزارش، در جریان سال 2016 میلادی 6 تن در افغانستان اعدام شده اند و حکم اعدام 4 تن دیگر نیز تایید شده است. افرادی که محکوم به اعدام شده اند به جرایم هراس افغانی، آدم ربایی و قتل از سوی محاکم افغانستان مجرم شناخته شدند. گزارش آمده است که دولت افغانستان در 8 می 2016 میلادی 6 تن را اعدام کرده و دست کم حکم اعدام 4 تن دیگر را تایید کرده است. در کنار این گزارش، کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز از اجرای شدن اعدام ها در افغانستان نگران است. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل که اجرای اعدام ها در 55 کشور جهان را نظارت کرده، بیشترین اعدام ها در افغانستان به دلیل جرایم میراث افغانی، قتل و آدم ربایی بوده است. خواست ما این است که معیارهای محاکمه عادلانه به صورت همه جانبش از طرف نیروهای عدلی و قضایی به منصه اجرا گذاشته شود و هیچ بیگناه مجازات نشه و هیچ گناهکار یا هیچ مجرم از مجازات معاف نشه در افغانستان. و ما هم خواستار تطبیق حاکمیت قانون، ما هم خواهان ختم فرهنگ مافیا در افغانستان هستیم. در همین حال ریاست جمهوری کشور میگوید عملی شدن حکم اعدام به اساس فقه اسلامی در قوانین افغانستان جا دارد. نهادهای عدلی و قضایی افغانستان تمام تلاششان این است تا اصلاحات لازم در نظام عدلی و قضایی کشور به وجود بیاید تا مجرمین و عاملین جنایت سنگین معافیت نداشته باشد و مطابق قانون مورد حرکت قرار گیرند و افراد بگناه به ناحق دستگاه عدلی و قضایی کشور صدمه نبینند. رئیس جمهور افغانستان پیش از این از مقام های قضایی کشورش خواست تا حکم اعدام را برای راس افغانانی که مخالفت مسلحانه با دولت دارند صادر کنند. ریاست جمهوری هرنه و اختلاف میان رهبران حکومت را رد می کند. گروه بین المللی بحران روز دوشنبه در گزارش وضعیت کنونی کشور را ناشی از اختلافات میان رهبران و حکومت وحدت ملی اعلام کردند. این در حال است که شماری از کارشناسان وجود ابهام در تفاهم نامه حکومت وحدت ملی را بحرانزا می دانند. الهه عمری این گزارش را تهیه کرده. گروه بین المللی بحران اختلاف میان رهبران حکومت وحدت ملی را نگران کننده می دانند. این گروه در گزارش گفته که این اختلاف ها ثبات سیاسی را متزلزل خواهد ساخت. اما ریاست جمهوری بخش های از این گزارش را رد کرده می گوید اختلاف میان رهبران حکومت وجود ندارد. ما هر نوع اختلاف در سطح رهبری حکومت وحدت ملی رد می کنیم. همکاری های همه جانبه در مسائل کلان ملی میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود دارد. هم در مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و بین المللی ما پیشرفت های بسیار خوبی داشتیم، دستاورد های قابل لمس داریم. نشست های وارسو، بروکسل و حمایت های بین المللی که از وضعیت جاری در افغانستان صورت گرفته محصول همکاری و با همه رهبران حکومت وحدت ملی است. شاید در لایه های پایین حکومت تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد، ولی تفاوت دیدگاه هم در چارچوب قانون اساسی و در گفتگوهای سازنده به یک نتیجه مثبت خواهد است. شماری از آگاهان اختلاف های کنونی رهبران حکومت را تضادهای قدرت می دانند و باور آصف آشنا چانه‌زنی در 2.5 سال گذشته نتوانسته این مشکل را حل کند.
انتخابات 93 به دلیل منازعه قدرت به بحران کشیده شده و حکومت وحدت ملی به دلیل منازعه قدرت روی کار آمده، چانه‌زنی دو نیم سال گذشته در حکومت وحدت ملی نتانسته است پس حل منازعه قدرت بر بیاید. با باور آشنا، توافقنامه سیاسی یک ضمانت برای حل بحران است، اما مشکل در فرار از تطبیق و مدیریت درست توافقنامه است. اگر این توافقنامه به گونه درست تطبیق نشود، احتمالاً حکومت را به بحران خواهد برد. افزایش نامنی‌ها و جرایم سازمان یافته در پایتخت سخت نگران کننده است و مسئولان امنیتی در این راستا بی‌پروا هستند. شماری از سناتوران با ابراز این مطلب می‌گویند که وضعیت پایتخت به جایی رسیده که هیچ شهروند مسئول نیست و گروه‌های سارق و مافیایی هر از گاه دست به سرقت منازل و اختطاف می‌زنند. در همین حال رئیس مجلس سنا وضعیت پایتخت را نگران کننده می‌داند و می‌گوید که مسئولیت نهادهای امنیتی است تا به این نگرانی‌ها پایان دهند. رفیق صدیقی گزارش می‌دهد. سناتوران در مجلس از افزایش جرایم سازمان یافته به ویژه سرقت‌های مسلحانه و اختطاف‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد و مسئولان امنیتی برای حل این چالش اقدام نکند، اعتماد مردم نسبت به نیروهای امنیتی کاسته خواهد شد. بدامنی نه تنها در سراسر افغانستان، متاسفانه در شهر کابل هم ازدیاد پیدا کرده. سرقت‌های مسلحانه در خانه‌ها و در مسیر جاده‌ها و همچنان اختطاف و سوء قصد‌ها صورت می‌گیره که شاهد هستیم تعداد از هموطنان ما از بخش نظامی یا وزارت امور داخله ترور شدن و این یک مسئله بسیار جدی است. قبل که در سو رضی تا سگوری چه دره نپر در شهادت و رسید نه دلتا مثلا تجار پامن کده نه در چه بچه چه مکتب تزی مثلا کار تزی نه در پامن دی تیر جدی مسئله ده چه دخال ده کابل ده خلق و ده اوسیدون کو ده امنیت ده تامین لپاره او ده بخاطر چه دوی آرام اوسی باید امنیتی ارگانون سر خبری اوشی. در همین حال رئیس مجلس سنا به کمیسیون امور دفاعی وظیفه سپرد تا مسئولان امنیتی پایتخت را درباره چگونگی تامین امنیت فرا خواند. خواهش میداده ده دفاعی کمیسیون ده چه کابل امنی کماندان سر ده مسئولین رو گواری او د سناتور سیبانو چې ما سره دوه مورته اشاره وکړه دوی ته ششونه رفع کړي چې د ملت او د کابل د شهریانو ته ششونه دي دوی د ورسره خپل هغه ستونزې مطرح کړي. سناتوران در مجلس تاکید می‌ورزند که اگر تدابیر جدی امنیتی در پایتخت روی دست گرفته نشود و جنایتکاران بر بنیاد قانون مجازات نشوند، دامنه جرایم در کابل برچیده نخواهد شد. بعد اون بالا نشر خبر آریورا نیوز مبنی بر متهم شدن سرپرست بیمارستان صحت روانی و آزار و اذیت جنسی کودکان، ارشدترین مقام وزارت برای بررسی این پرونده به بیمارستان صحت روانی آمده، میگوید نتایج تیم بررسی نشان میدهد که این ادعاها بی بنیاد است و در پیوند به این ادعا وظایف دو کارمند بیمارستان صحت روانی را به حالت تعلیق در آورده است. علی اصغری این گزارش را آماده کرده. اصل قضیه اینجا از متهم شدن رئیس بیمارستان صحت روانی در پیوند به اذیت جنسی کودکان آغاز می شود. پس از آن که آریانا نیوز این خبر را به نشر رساند، وزیر صحت برای ارزیابی تیم بررسی را آماده و به این بیمارستان می‌فرستد. این مقام ارشد صحت پس از چند ساعت کار تیم بررسی به بیمارستان آمده و می خواهد قضیه را نهایی سازد، اما در نخست سرصداهای بلند می شود. اگر همچه کار می بود جناب وزیر سبیره به تطمینان میدم که حاجت آمدن شما نبود. اینجا کسایی بود که اقدام می کردن باز بعدا صدایش به گوش شما می رسان. ما در فساد ما خانی ولی دکتر دیر وقت بوریم. پامدیش نفر منا کمی مخورتنی ولی اون دیگه در طور منگری در تشتره سو دستیر ترینران دیزن زنی دکتران دیزن زنی فارد شوی دی. بله مادی بچیم دیدی؟ بله آقا استاد میشی؟ آه بچه بچه رو مدیدم دو روز که آجی ناصر دکر آجی ناصر مدیر نرسنگ امروی رئیس در سارنوالی معرفی در نهایت وزیر صحت که انتظار همچنین ادعاهایی را نداشت این پرونده را خودش فیصله می کند و بر اساس آن کار دو کارمند بیمارستان به حالت تعلیق در آورده می شود. آجی ناصر هم در جمله کسی است که ادعا کرده قائم می گیریش بیادر ثبوت بته، مدیر نرسنگ هم می گیری و رئیس هم رئیس در کار خود ادعا بته تا زمانی که آجی ناصر و مدیر نرسنگ فعلا موضعش تعلیق.
گپ و گفت های زیادی است، اما فیصله وزیر صحت در مورد این دو کارمند را سناتور زابلی بسنده نمی داند و خودش نیز در آن دخالت می کند. این وطن بدون موت دیگه مردم هم داره که بس خاصی گپاره بکنه. بزرگوار ریشت سفید کردی ولی با چیزای سفید کردی که نباید دیگه مجلس شایدی رو بتی که او را باز تکمیل کدم نمیتن. پس از پایان برنامه کشیدگی ها میان دو تیم پزشکان با رئیس بیمارستان و پزشکان مخالف بلند می شود. همزمان با این مردی که از وظیفه برکنار شده مدعی است که آقای زابلی وی را مورد لتکوب قرار داده است. مارم به ناموز گفته دو زد مریض اتا مریض ها سرش خیست که تو حق زدن نداری او برادر چی کار هستی؟ حال فعلا زابلی در چی ششته در سطح بابت ششته. اما زلمه زابلی عضو مجلس سنا این ادعا را رد می کند. پس از این همه دروازه های ورودی بیمارستان صحت روانی مسدود شده و بیماران در عقب دروازه از کیفیت پایین کار در این بیمارستان شکایت می کنند. ای دقصه کس نیستن، ایچ غریب باز خواست نمی کنند. می بینن که یک ذرک مشکل داره، اقتصاد ضعیف است، دقصه از ویت نمی شن. آیا یک ذرک می بینن که یک ذرک خوبتر است، چیز لباسش یا خودش بازور خوب سعی غمش هم میخورن. داخل شفخانه ما نرفتیم، ما این ماری آمدیم که ملاقات بریم، پایوازی نمیماند. حال دیده شود که واقعیت وزیر صحت آمده تا این پرونده را پیگیری کند و یا در همین جان را پایان بخشد، زمان پاسخ میدهد. تا زمانی که تبعیض علیه زنان در کشور کاهش نیابد، صلح تامین نخواهد شد. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر از نقض حقوق زنان و تبعیض جنسیتی با آنان ابراز نگرانی کرده میگوید هر گونه تبعیض و خشونت در برابر زنان باعث جنگ در کشور می شود و با باوروی برای ریشه کن ساختن این وضعیت باید از تعهدهای سیاسی در برابر زنان استفاده شود. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ از عدم تطبیق قوانین برای تامین حقوق زنان در کشور خبر می دهد. الهه عمری به این موضوع پرداختند. تبعیض و خشونت در برابر زنان حرف تازه نیست و سالها به این سوز زنها در آتش آن می سوزد. رئیس کمیسیون حقوق بشر در کنفرانس زیر نام برابری جنسیتی می گوید تبعیض علیه زنان چالش جدی در برابر صلح در کشور است. در یک جامعه که برابری زن و مرد مطرح نباشه و تمام اکثریت و تمام مردم او جامعه اشتراک نداشته باشه در پیاده کردن یا در سیاست سازی یا در تطبیق پالیسی ها، او جامعه به انکشاف نائل نمیاد. در او جامعه صلح پایدار نمیباشه. سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر از نقض حقوق زنان نگران است. هر روز در گوشه و کنار افغانستان حقوق نه تنها زنا بلکه از زنا بیشتر نقض میشه. در همین حال وزارت اطلاعات فرهنگ از عدم تطبیق قوانین در بخش تامین حقوق زنان انتقاد میکند. در اجتماع هنوز هم تساوی جنسیتی به قسم باید شاید که باید مراعات شوه یا تطبیق شوه او قسم نشده، یعنی قوانین زیاده در رابطه به حقوق زنان کنفرانسیون هست حقوق بشر، یعنی قوانین خوب زیاد ما داریم که اینا به خاطرش پاس شده، مگر دیسه تطبیقش تا فعلا مشکلات وجود داره. این در حال است که تنها در سال 1395 نزدیک به 6000 مورد خشونت و عدم برابری ها علیه زنان به ثبت رسیده است. خبرهای خارجی پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. دوباره خوش آمدید. برنامه عملی توسعه بخش ترانسپورت افغانستان تا 20 سال آینده تمدید شد. وزیر فواید عامه میگوید که در این برنامه بیشتر به ساخت راه‌های ترانزیتی، تقویت زیربناهای توسعه‌ای، حفظ و مراقبت جاده‌ها تمرکز خواهد شد. از سوی هم مسئولان در بانک توسعه آسیایی بر ادامه کمک‌هایشان در بخش‌های کشاورزی، انرژی و ترانسپورت تاکید می‌ورزند. لیدونیوزی گزارش می‌دهد. این برنامه ای عمل به دنبال کارشیوه نخست توسعه بخش ترانسپورت که در سال 2006 آغاز و تا سال 2016 ادامه داشت اجرا خواهد شد. قرار است 26 میلیارد دلار که بخش عمده آن از سوی بانک توسعه آسیایی پرداخت خواهد شد در بخش های تقویت راه های مواصلاتی، ساختن جاده ها، راه های آهن و فرودگاه ها هزینه شود. نگاه منطقوی ما و ای که افغانستان ما بتونه با استفاده از موقعیت
جغرافیایی و ژئوپلیتیکی بسیار حساسی که در منطقه داره ما بتونیم که را بحث یک چارای ترانزیتی که بارها و بارها مطرح شده رو بتونیم تبدیل بکنیم. نگاه ما در ماستر پلان جدید، نگاه توسعه و انکشاف زیربناهای ما به قسمی است که ما بتونیم اما اتصالات منطقوی بخصوص با مملکت همجوار خود بتونیم فراهم بکنیم. از سوی هم مسئولان در بانک توسعه آسیایی بر ادامه همکاری هایش در افغانستان تاکید می ورزد. بانک توسعه آسیایی همچنان به حمایت افغانستان در بخشای کشاورزی، آبیاری، حمل و نقل و انرژی ادامه می دهد. از همین رو ما حکومت افغانستان و دیگر شرکای آن می خواهیم که ما را در این راستا پیشتیبانی کند. بانک توسعه آسیایی یکی از کمک کننده های مهم افغانستان به شمار می رود که از سال 2002 تا اکنون 4,700,000,000 دلار را در بخشای گوناگون کمک کرده است که تنها این بانک تا اکنون 2,200,000,000 دلار را برای تامین انرژی برای شهروندان و کشور کمک کرده است. شماره از کشاورزان از عدم مدیریت درست آب در ولایت شمال شکایت دارند. آنان میگویند زورمندان در بسیاری روستاها در استفاده آب زیاده روی میکنند که این به مناطق بلند و دوردست مشکل ایجاد کرده است. در همین حال مسئولان وزارت زراعت میگویند تلاش میکنند با ساخت شبکه های آبیاری و ایجاد انجمن های مدیریت آب به این مشکل رسیدگی کنند. توجه کنید بنر شما را از اثار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. یک دلار امریکایی 67 افغانی و 45 پول، یک یورو 71 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 83 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 629 افغانی. احمد زبیر حبیب‌زاده در استودیو است و رویدادهای ورزشی را تقدیم می کند. زبیر خوش آمدی. تشکر. سلام خدمت تمامی بیننده ها. خبرهای ورزشی تا لحظات دیگر. و اکنون چند رویداد ورزشی. داد محمد پاینده اختری به حیث رئیس اجرایی کمیته المپیک بین المللی افغانستان برگزیده شد. در نشستی که به همین منظور امروز با حضور برخی از رئیسان فدراسیون های المپیکی، پیشکسوتان ورزش، اعضای شورای چهاردهی و مقام های بلند رتبه دولتی در کابل برگزار شد. محمد ظاهر اغبر رئیس کمیته المپیک بین المللی افغانستان داد محمد پاینده اختری را به حیث رئیس اجرایی عبدالسبحان مصباح را به عنوان مسئول ارتباط خارجه و محمد ظاهر وردک را نیز به مسابقه مشاور حقوقی کمیته المپیک بین المللی افغانستان معرفی کرد. رقابت‌های گزینشی پاورلیفتینگ امروز با جذب چهره‌های برتر به پایان رسید. در این رقابت‌ها بیش از 150 ورزشکار از باشگاه‌های گوناگون پایتخت در دو رده سنی جوانان و نوجوانان برای دو روز با هم به رقابت پرداختند. سرانجام 55 چهره برتر به تیم منتخب پاورلیفتینگ جوانان و نوجوانان شهر کابل گزینه شدند. این رقابت‌ها در حال برگزار شده که قرار است رقابت‌های گزینشی تیم ملی پاورلیفتینگ نزدیک به یک ماه دیگر با حضور ورزشکاران 11 ولایت کشور مشمول پایتخت در کابل برگزار شود. و اکنون هم وضعیت هوا. برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و جزئیات بیشتر همین رویدادها به صفحه اینترنتی اوریانانیوز.هف مراجعه کنید.
از همراهیتون با مجموعه خبری این ساعت سپاسگزار هستیم. شبتان خوش، خدا نگهدار. خدا حافظ.